مرجع قدر جهان تشیع حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله واقعی قدیر را جلوگاهی از فضائل انسانی دانستند معظم الله فرمودند قدیر عهد و پیمان اول الامر با خداوند متعال است کسانی که با خدا عهد بستند تا خوراک و پوشاک خود را با زعفا و محرومان جامعه شریک شوند و همرنگ و همراه آنها باشند مرجعیت شیعه افزودند ما مسئولیتی سنگین در قبال قدیر داریم و نیاز امروز جامعه ما تمسک به تعالیم و فرهنگ قدیر و نشر آن در سطح جهانی است نشر قدیر باید با هدف اطلاع رسانی به دیگران و بهره بردن جهانیان از این نعمت خدادادی مد نظر باشد معظم الله افزودند اگر اهداف قدیر در جامعه تحقق نیابد امید مردم به سوی استبداد ستمگران می رود و نجات بشریت از چنین وضعیتی بیش از پیش دشوار خواهد بود. بدون حرکت در مسیر قدیر دسترسی به امنیت، سعادت، رفاه و آزادگی میسر نیست. معظم الله تصریح کردند هر گفتگوی درباره قدیر در حقیقت گفتگو درباره فضائل نهفته در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام یعنی جوانمردی ها نیکی ها و کرامت ها است